سلام، چطورین؟ با 12 قسمت از آموزش های استفسار چرب روزی با سارا در خدمتتون هستم. این قسمت با قسمت دیگه یه خورده تفاوت داره. تفاوتش هم تو این هست که عزیزی برای من عکس یک کیف رو فرستاده و گفته من دقیقا این همین کیف رو میخوام، با این تفاوت که من دارم با چرم کروکودیل براشون آماده میکنم و خب چرم کروکودیل اون برند این چرم کروکودیل رو ندارن. خب من عکس رو نشونتون بدم. یه کیف پول هستش که ابعادش 22x13 حالا پهنای 4 هستش. داخل کیف به این صورت هست که اینجا تقریبا 12 جای کارت داره و یه قسمت جای پول داره، اینجا هم که جای مداد هست. اینم از دستشه، دستش به این صورت هست که حالا کشیده میشه و میتونین بزرگ و کوچیکش کنین. و اینم یک طرف دیگه از کیف هست که داخل زیپ کار شده. اینجا بغل دوتا تبله داره، دوتا تبله کوچیک داره و خب اینجا داخل اینجا آستر میخوره و 6 تا کارت به این طرف وصل میشه، 6 تا کارت هم به این طرفش که حالا کیف هم دو زیپه هستش. این عکس رو برای من فرستادن که من براشون این همین کار رو بزنم و خب من الگو رو براشون در آوردم، همین ابعاد و همین اندازه. این الگوها به این صورت هست، در حالا دوتا همچین حالتی هست که اینجا 6 تا کارت، 12 تا کارت اینجا میگیره، 12 تا کارت هم رو این کارت و خب این قسمت هم جای قسمت موبایل هست و به من گفتن بزرگترین موبایل رو بگید که همون آیفون 12 هست که اون ابعاد رو باید بگیرم و اینا. به این صورت هست که دو قسمت از این کار به هم دیگه وصل میشه و تمام این اجزا میچسبه رو این یک کار. من این الگوها رو در آوردم، حالا بریم که اجرا کنیم کار رو و خب به این کار دیگه بهتون میگم به چه صورت هست و اینا که بشه کپی همین کاری که برامون فرستادن و ما بتونیم اون رو اجرا کنیم. پس تنها تفاوت این کار اینه که این سری میخوایم از رو عکس بهتون آموزش بدیم، یعنی عکسی که مشتری برای ما میفرسته و میگه من دقیقا این همین کار رو میخوام و این همین کار رو برای من در بیارید. بریم که ویدیو رو ببینیم، ادامه ویدیو رو ببینیم. کانال یوتیوب یادتون نره، متاسفانه این اینستاگرام محدودیت داره و من کمتر از 15 دقیقه نمیتونم ویدیو آپلود کنم و مجبورم تیکه تیکه کارا رو بذارم، ولی خب تو یوتیوب، کانال یوتیوب میتونین کامل ویدیوها رو ببینین. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو روشن کنین. بریم که ویدیو رو ببینیم. خب ببینیم، من اینا رو برس زدم، الگوها رو در آوردم برس زدم، حالا میخوام بندازم رو هم دیگه. اومدم قسمت های جای کارتش رو بهتون بگم. جای کارتش رو از رو الگو انتقال دادم تو این قسمت و خب الان دارم برش میزنم. این قسمت که باز هست جای چیز هست، جای که بتونن پاسپورت و اینجور چیزا بذارن توش، که این پشت تمام آستر میخوره. حالا طریقه آستر زدن رو هم بهتون میگم. اینا رو اینجوری به این صورت برش میزنیم. دوباره هر خطی رو من یه نقطه هم گذاشتم، حالا هم برای زیبایی کار هست، هم چون رنگ چرممون سیاهه برای چیز کار هست، مشخص تر شدن بهتر کار. سعی کنید تمام این خطها رو صاف برش بزنین و خب خیلی احتیاط کنین که از دستتون در نره. من خودم چند بار بر نمیگردم رو کار، سعی میکنم کاتر رو تیز کنم
از پایین کار اون برش رو بزنم. خب این یه نکته رو اینجا من بگم بهتون، حالا اینا رو میبینین به این صورت برش داره میخوره. خب من با خط انداز میخوام محدوده این کار رو مشخص کنم، محدوده اینجایی که جای کارتمون هست، که من حالا یه خورده اینو باید کمتر بگیرم. خب این محدوده که جای کارتمون هست، جای حالا کارت ها رو مشخص میکنم، من یه خط میندازم تو کار. چرا کروکودیل؟ چون یه خورده بلند شیب داره، یعنی خودش یکم شیب دار هست. خب بعد این قسمت رو حتما یادتون باشه رنگ لبه بزنین، برای زیبایی کار هست. حالا این تیکه رو مال جای موبایلش هست که من این خطا رو ادامه میدم، اینم میبارم برمیگردم باز. خب این قسمت میخوام نحوه آسترکشی کیسه ای رو بهتون آموزش بدم. ببینید من الان این رو به این صورت اینجا میذارم، من این رو برمیگردونم رو این کار میخوره. چون من این تیکه ها رو دوست نمی کنم، شما هم سعی کنین اگر دوخت نمی کنین حتما چسب زیاد بزنین که این آسترها بچسبن. آثار رویال هست، اگر میخواین تهیه کنین از آقای شاپور اسلامی تهیه کنین، حالا هر جای دیگه هم دارن، اما خب اعتبار ایشون ثابت شده است. وقتی کار رو به این صورت بزنین دیگه به هیچ عنوان کارت نمیفته داخل کارت و خب یه کار شیک و قشنگ رو بهتون تحویل میده. خب من تا آخر این کار رو میرم همینجوری ادامه میدیم، به صورت کیسه ای هی چیز رو برمیگردونیم و خب این کار ادامه پیدا میکنه تا بالا و این رو انجام میدم باز برمیگردم. خب ببینیم به این صورت میشه. حالا من دو بغل رو چسب دادم که از اون ور بتونم دخت کنم، به این صورت که حالت کیسه کیسه ای میشه.
و خب برای حالا کارت و وسایل اینا گذاشتن خیلی راحت تره تا اینکه بخواین یکی یکی اینا رو، وقتی تعداد جای کارت ها زیاد هست بخواین یکی یکی در بیارین خیلی زحمته بخواین مثلا چیزش کنین. برای همین این روشی که رفتم خیلی بهتره برای این موقع که تعداد کارت ها زیاده. اونجوری وقتی بخواین تیکه 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 بزنین رو هم دیگه یه حجم خیلی بیشتر از این برمیداره و خب خلاصه اذیت میکنه تو کار. حالا ببینید من الان اینجا قبل از اینکه دوخت رو بزنم کارت ها رو امتحانی میذارم توش، بعد من این قسمت ها رو هم دوخت نکردم به خاطر اینکه این آستر رویال که میزنیم خودش چسبندگی خیلی خوبی داره، نیاز نیست که حالا حتما دوخت بشه این بالا، و اگر چسب خوب هم بزنین همین چسب آهن خودمون رو بزنید اصلا دیگه نیاز نیست که مثلا دوخت بشه کار. ببینین الان این جاهایی که دارم میذارم فقط تا این قسمت دارن میرن کارت ها، و خب من هنوز رنگ لبه این قسمت کار رو نزدم که حالا در آخر میزنم رنگ لبه این قسمت رو. ببین اینجا الان جای 12 تا کارته، ببین همه این کارت ها نمیفته تهش، اینجا به هم وصل هست. حالا من کارهای دیگر رو که بزنم، قسمت دیگر رو بزنم، این کارت ها اینجا فیکس میشن و خب دیگه تکون نمیخورن و نمیفتن تو کار. خب ببینین این قسمت رو باید دوخت کنیم که من الان این قسمت رو حالا این قسمت رو باید نقطه گذاری کنم و دوخت کنم که نقطه گذاریش رو انجام میدم که ببینین، ولی دوختش رو خودم میزنم دیگه باز برمیگردم. خب ببینین این قسمت رو باید دوخت کنیم و خب این قسمت هم که دیگه میره تو کار و در آخر با همه اجزا دوخت میشه، ولی این قسمت رو الان باید دوخت کنیم. و خب من اینجا بغل این جای کارت ها سوراخ هایی رو گذاشتم، نمیدونم حالا اینجا تو اینجا مشخص هست یا نه، این سوراخ ها رو گذاشتم که من با فاصله همین 3 سانتی میذارم رو خط وسط این سوراخ ها. و خب نیم سانتی رو فکر کنم بذارم بهتره. خب و از اینجا من نقطه های دوخت رو میذارم. اینجا رو دوخت کنیم. تقریبا میشه گفت خوبه، ولی خب من هنوز اونقدر راضی نیستم، خط صاف نیست، نقطه ها صاف نیست که من این نقطه ها رو با کرپ پاک میکنم که بتونم نقطه های جدید بذارم. با کرپ راحت میتونین این جای خودکار رو اینا رو تمیز کنین.
چیزی که اینجا داخل تر هست برم سعی میکنم داخل تر بگیرم. خب یک راست بودن نقطه ها دقت کنیم، چون بعد تو برش و حالا نقطه و اینا اذیتتون نکنه موقعی که میخواین چیز کنین نقطه ها رو سوراخ کنین اذیتتون نکنه. خب میگیم بالاتر اینجا. خب آره الان بهتر شد نقطه هامون. خب حالا من اینو بعد نقطه‌اش رو انجام میدم، نقطه گذاری‌هاش رو بریم این آستر اینم بهتون بگم به چه صورت هست. این شش تا آستری که قراره حالا اینجا بخوره اینم به همین صورت هست. قراره با این تفاوت که بعد آستر رو به صورت عرضی بندازیم. خب از اینجا شروع میکنیم، از لبه این کار که حالا فرم اون سعی کنین چیپ تا چیپ کار رو بزنین که بعد که میخواین دوخت کنین این تیکه های کار بغلا بره تو دوخت و این وسط هم دوخت میشه، خواه ناخواه این وسط هم دوخت میشه. چسب رو سعی کنین خیلی خوب بزنین که حالا بعد که دارین کار رو چیز میکنین ازتون نکنه و خب راحت من یه خورده این رو بزرگتر کات کردم به خاطر اینکه خب یه کارت های اینجا هست، کارت ویزیت های اینجا هست، یه خورده بزرگتره از کارت، از اندازه کارت معمولی یه خورده بزرگتره، برای همین من یه کم این رو بزرگتر گرفتم. این رو بلندتر گرفتم که حالا اگر کارت ویزیتی چیزی میخواست، یه سری کارت ویزیت های مخصوص هست که یه خورده حالا از کارت معمولی که حالا 8.5 سانت هست بزرگتره. حالا اینجا اینجوری، حالا تو ایران نمیدونم چجوریه، اما خب به درخواست مشتری من این قسمت رو بلندتر و بزرگتر گرفتم. اینجای کار رو می بردم تا
خب در آخر یه چیز دور هم میزنیم. زیاد نشه. ببین بغل ها رو هم یه کوچولو چسب میزنی که اینا به هم دیگه بگیره و بچسبه، که من معمولا یه چیزی حالا میذارم بغلش که این بغل ها رو سفت بگیره. خب این برام همین کار رو انجام میدیم، بعد نقطه گذاری و کارش رو انجام میدم، باز برمیگردم. خب ببینیم، الان دارم نقطه گذاری قسمت چیز رو انجام میدم، قسمت جای موبایل رو. گفتم حالا یه خورده از این قسمت هایی که سوراخ میکنم هم یه کوچولو کلیپ بذارم برای اون دوستانی که عزیز تازه دارن وارده اون عزیزانی که تازه دارن وارد پیج میشن و وارد کانال میشن راحت تر بتونن نکات رو بفهمن. خب نقطه گذاری ها رو به این صورت انجام میدیم. من الان این قسمت رو هم دوخت کردم. نگاه کنید این قسمت دوخت شد که میشه پشت این کار و هنوز خوب آستر کلی رو نزدم. گذاری رو انجام بدیم که بتونیم بریم سر وقت رو. اردو که دارین در میارین این قسمت هایی که حالا جای موبایل داره و جای چینم این جاها رو داره، حتما قبل از این که در بیارین چیزش رو انجام بدین، کارش رو انجام بدین. خب من اول لبه این رو رنگ میزنم، رنگ کوچیک میزنم لبه این رو، بخواد اینکه وقتی دوخت کردم یا حالا نقطه کردم دیگه نمیشه رنگ رو قشنگ زد. ببینین این کار خیلی ظریفه، پس همینجور ظریف هم رنگ رو میزنیم روش. این چرم چون خودم نازک کرده بودم دیگه نیاز به لیویز نبود، چرم کروکودیل هم هست، نیاز به لیویز نداشت و خب ما هم دیگه لیویز نکردیم. ببین نمونه تو کار اونقدر مشخص هست رنگ لبه یا نه. دوستان برای اون قسمت هایی اگر میخواین که خط اندازه بندازین، اگر میخواین که کار چیز انجام بدین، روی این چرم های خورده خودش رو نشون نمیده، چون خود چرم تر داره، نگاه خود چرم تر داره و خب اون خط انداز و چیزها رو نشون نمیده، اون ظرافت کاری هایی که حالا کار میخواین انجام بدین رو نشون نمیده، برای همین من اونا رو انجام ندادم. خب من رنگ لبه دور این رو تموم کنم، قسمت هایی که تیز کردیم رو هم سوراخ کنم، برمیگردم. فقط حالا یه نکته که بود خواستم راجع به سوراخ کردن بگم برای اون دسته از عزیزانی که تازه دارن وارد پیج میشن. ببین یه کارتی که حالا باطله است و به دردتون نمیخوره رو بذارین زیر کار،
کار رو یکی یکی سوراخ کنید. کار قشنگتری بهتون میده و خب تمام سوراخ رو خالی میکنه. این کار رو انجام بدین، کار قشنگتری رو بهتون میده تو نقطه گذاری. من این رو انجام میدم، باز برمیگردم.